خب بد نیست یه مقداریم در مورد صدا و موسیقی صحبت کنیم. شما اگر زمانی که دارید این پلی هدتون رو تکون میدید، این صداهایی که میاد اذیتتون میکنه و دوست ندارید بشنوید، میتونید بید اینجا این آیکون رو بزنید و دیگه صدای اونا نمیاد و دیگه اذیتتون نمیکنه. اما ممکنه شما بگید من میخوام تدوینم رو توی تایملاینم بر اساس موسیقی انجام بدم و اصلا میخوام یه موسیقی اضافه بکنم به این پروژه. راحت ترین راهش اینه که شما اصلا قبلا اون رو توی آیتیونزتون باز کرده باشید و توی لایبرری آیتیونزتون باشه. اگر توی لایبرری آیتیونز باشه، شما اینجا خیلی راحت میتونید اسمش رو سرچ بکنید، پیداش میکنه براتون و با درگ کردن توی این محدوده بلافاصله پروژهتون اضافهش میکنه. حالا من اینجا میتونم پلیش بکنم. حالا ممکنه شما بگین که خب صدای این کلیپ های من الان خیلی بلنده، من میخوام کمشون بکنم، صدای خود این کلیپ ها انقدر زیاد نباشه و نیاد. اگر این آیکون رو بزنید، هم ویفورم خود موسیقیتون رو برای شما نشون میده، هم ویفورم این کلیپ های تصویریتون رو. خیلی راحت میتونید این موستون رو بیادید اینجا، زمانی که تبدیل میشه به یه همچین چیزی اون رو درگ کنید پایین و دقیقا نشونتون میده که صدا چقدر داره افت میکنه. من اینجا میخوام صدا مثلا 20% اون چیزی باشه که الان هست. خب یه خوردش از زیادی کم شد، مثلا 30%. بد نیست. حالا از اینجا شما میتونید تمام کلیپ های دیگر رو هم با همین تنظیم کنید صداشون. مثلا این رو بزنید روی 27، این یکی پیکش یه ذره بزرگتر شاید 20، و حالا همینطوری الی آخر. من میام اینجا اینم کم میکنم، این رو هم باز همینطور یه بار دیگه میبینیم. در این حال شما اگر دوست داشتید میتونید یه تیکه از این صداها رو بلند بکنید. به طور مثال اگر من الان بیام اینجا به جای اینکه روی تصویر کلیک درگ بکنم، پایینش که اینجا هستش کلیک و درگ بکنم، فقط قسمت صداش رو انتخاب میکنم. حالا دوباره اگه بیام اینجا و این آیکون رو بگیرم و بالا ببرم، فقط صدای همون یه تیکه زیاد میشه. به طور مثال الان شما میتونید تغییرش رو خیلی راحت ببینید. حالا اگر کسی داشت اینجا صحبت میکرد یا دیالوگ مهمی بود یا اتفاقی به این صورت، خیلی راحت شما میتونید اینجا این کار رو انجام بدید. این همین کار رو میتونید توی این قسمت پایین هم انجام بدید. مثلا من قسمت موسیقی رو ممکنه این تیکه پایین بخوام کم بکنم که صدای بالایی بهتر شنیده بشه. اگر هم دوست داشتید میتونید این فید رو یه کمی گنده تر بکنید که این افت صدا یه ذره نرم تر ایجاد بشه. باز برای این بالایی هم باز به همین صورت اگه دوست داشتید میتونید فید این رو هم یه کم گنده تر بکنید که باز برای بالایی هم این در واقع بالا رفتن صدا راحت تر انجام بشه یا یه مقدار نرم تر انجام بشه. اگر احیانا شما الان چیزی به این تدوین اضافه بکنید، به طور مثال من بیام یک کلیپ دیگه هم آخر این تصویر اضافه بکنم، به طور مثال بیام اینجا بگم این تصویر هم ممکن دوست داشته باشم از اینجا تا اینجا شو، خیلی هم جالب نیست، بدم نیست. این اگه اضافه بکنم این ته، شما همونطور که میبینید موسیقی من اضافه میشه و موسیقی من حالا این یکی کلیپ رو هم در بر میگیره. اگر شما خواستید موسیقی رو به یک کلیپ خاص نسبت بدید، میتونید خودش رو بگیرید و کلیک بکنید و بیارید به طور مثال فقط روی همین کلیپ، مثلا فقط برای این کلیپ پخش بشه. رنگ بنفشی هم که این داره الان به جای رنگ سبز نشون میده که این موسیقی به یک کلیپ چسبیده و الان دیگه موسیقی بکران نیست، موسیقی یک کلیپه. من اگر این کلیپ رو الان به طور مثال جا به جا بکنم بیارم اینجا، شما میبینید که موسیقی کاملا باش تغییر مکان میده و دیگه موسیقی مال این کلیپه، در واقع مال بقیه نیست. در این حال من اگر بیام اینجا بخوام طول مدت موسیقی رو هم کم بکنم، میتونم انتخابش بکنم
بیام توی کلیپ تریمر و به جای اینکه بگم از اینجا تا اینجا باشه، میتونم نقطه انتهایش رو بیارم بالا، مثلا بگم تا اینجا باشه. دیگه بیشتر از این نمیخوام، میخوام فقط مال همین کلیپ باشه. حالا این موسیقی رو اگر شما خواستید دوباره به حالت قبل برگردونید چطور؟ اگر خواستید دوباره به همون حالت قبل برگرد و دیگه به این کلیپ نچسبیده باشه، میتونید بیاید توی قسمت، اگر اشتباه نکردم، کلیپ، بله دقیقا، Arrange Music Tracks، و هم میتونید از اینجا این کلیپ رو که سلکت کردید و انتخاب کردید آن پین رو بزنید، هم میتونید بیاید اصلا مستقیما از اینجا آن پین رو بزنید و دیگه الان این همون دفعه قبل میشه و کاملا برای همه کلیپ ها هست. و الان من اگر بیام اینجا میتونم دوباره همین کلیپ تریمر رو بزنم یا کامند آر رو و کلش رو انتخاب بکنم این دفعه قبل. اما یه نکته دیگه هم وجود داره مال زمانیه که شما میخواید بر اساس موسیقی تدوین بکنید، یعنی کاملا بیت موسیقیتون رو روش کات بزنید. برای این کار شما اگر دوباره کلیپ تریمر رو باز بکنید، حالا من اینجا یه ذره بزرگتر میکنم، اگر شما موقع گوش کردن موسیقی M رو بزنید به معنی مارکر، میتونید این کار رو انجام بدید. اگر خودشم خواستید ببینید کجاست، میتونید اینجا توی کلیپ اد بیت مارکره، من اینجا میتونم بیام اینو گوش کنم و هر جا احساس کردم که یه ضرب موسیقی یه دونه ام بزنم. و حالا همینطور الاخر من حالا دان رو میزنم و حالا اینجا شما همونطور که میبینید، پس من این پایین رو یه مقدار بزرگترش بکنم، یه کمی فکر میکنم اینجا دیده میشن اینها، حالا نمیدونم بسید بخواهی این تصویر کمپرس بشه چه جوری میشه، ولی اینجا الان این بیت مارک های من هستش. اگر بخوام من میتونم بیام الان این کلیپ رو انتخاب بکنم، بیارمش تا اینجا، کامند بی، دوباره این یکی از اینجا تا اینجا. تصاویر ما تا اینجا با این بیت مارک ها یک همچین چیزی شد. خب حالا ممکنه شما بگین که خب این قسمت خیلی طولانیه، این 8 ثانیه که اینجا داریم و 4-5 تا بیت بینش هست ولی هیچ اتفاقی واسه تصویر نمیفته. شما میتونین کلیپتون انتخاب کنین، بیاید توی کلیپ، یه اسپیشال افکت شما اینجا دارین و یه جامپ کات ات بیت مارکرز. اگر من اینجا این جامپ کات ات بیت مارکرز رو بزنم، بین هر کدوم از این بیت ها به اندازه که اینجا میگم فاصله فریمی میندازه. مثلا من میگم بین هر کدوم از این بیت مارک هام 20 فریم جلو بنداز تصویر رو. حالا الان یه همچین اتفاقی میفته. یه حالت یه همچین چیزی بهش میده، یه خورده کلیپی تر میکنه تصویر رو. اگر بخواید میتونید از این اسپیشال افکت هم استفاده بکنید، اسپلیت ات بیت مارکرز، که دقیقا سر این بیت ها جدا میکنه تصویر رو، انگار شما دقیقا همون اسپلیت کلیپ رو زده باشید. و یه عنوان دیگه هم دارید که میچرخونتشون و اسپلیت میکنه، که این فلیپ ات بیت مارکرز هست. یه بار دیگه ببینیم با هم. خیلی چیز جالبی در نمیاد، من فکر کنم همین جام کاتت بیت بهتر از بقیه بود، من یه مقدارم بیشترش میکنم. خب بد نشد. یه عنوانی هم توی قسمت ویو هست به اسم اسنپ تو بیتز، که دقیقا روی همین بیت مارک هایی که شما دارید اسنپ میکنه. یعنی اگر مثلا میگم شما این کلیپ رو بخواید کوچیک بکنید،
یه جایی که به این نوک میرسید یه ذره میپره موس شما و شما رو در واقع این موستون رو اسنپ میکنه که سر این بیت مارک دقیقا بتونید کات بکنید. یه نکته دیگه هم که این اسنپ تو بیت اضافه میکنه به این تایملاین شما زمانی که شما عکس میخواید اضافه کنید. مگر اینجا بیام به یه عکس بخوام، من فرضاً این عکس رو بخوام اضافه بکنم، یا یه دونه عکس دیگه اینم بخوام اضافه بکنم، یا به طور مثال بخوام اینم اضافه بکنم، ببخشید کنسلش بکنم. حالا شما می‌بینید این عکس‌ها رو با فواصل نامعین می‌چینه، یکی بزرگتره یکی کوچیک‌تره. حالا من اگر بیام اینجا مثلا اینم باز اینجا درگ بکنم، باز احتمالاً یه همچین اتفاقی می‌افته و حالا این یکی بازم زمانش کوچیک‌تره و این یکی دیگه کاری با عکسامون نداریم. حالا اگر شما اینو ببینید، دقیقا اون بیت مارک هایی که اینجا شما داشتید و سوا کردید هر کدوم از این عکس ها رو سر اونها میندازه و طول زمان این عکس ها به اندازه یه دونه از این فاصله بیت مارک ها خواهد بود. خب حالا من اینجا میخوام مثلا این موسیقی رو حذف بکنم و این عکس ها رو هم حذف بکنم. این بالا دوباره میام توی قسمت Arrange Music Tracks و خب چیزی خوشبختانه به هیچ کدوم از کلیپام پین نکردم، فقط خود همین موسیقی انتخابش میکنم، رایت کلیک و دیلیت سلکشن. و یه نکته دیگه ایم که در مورد صدا هست اینجا الان خدمتتون میگم، اجازه بدید من فقط اینا رو پاک بکنم. با شیفت شما میتونید چند تا کلیپ رو سلکت بکنید و طبیعتا پاکشون بکنید یا حالا جابجاشون بکنید یا هر کار دیگه که دوست داشتید. اگر شما خواستید یه کلیپ رو این کاتش رو به کلیپ بعدی خیلی نرم بکنید، مثل اتفاقی که اینجا الان میفته، این خیلی جامپ بدیه، مثلا اینو ما اگه خواستیم یه خورده نرمترش بکنیم، میتونید شما این کلیپ رو انتخاب بکنید یا اصلا یکی رو انتخاب بکنیم، بیاین توی کلیپ دیتچ آدیو، این صداش رو جدا میکنه. و حالا اگر من این قسمت صدا رو یکم اضافه تر بکنم، یعنی بگم که خب حالا این صدا رو یه ذره برو روی این یکی کلیپ که یه حالت ال انگلیسی به وجود میاد، به این اصطلاح میگن ال کات، و اینجا یه فید یه خود بلندتری من ایجاد بکنم برای این و روی این یکی هم یه فید کوچولوی ایجاد بکنم که صداهاشون توی هم یکم بره، این یکم میتونه کات شما رو نرم بکنه، چون اوورلپ شدن صدا، یعنی صدای این کلیپ اگر روی این یکی بیاد کات یه خورده لطیفتر و نرمتر میشه و بالعکس. اینجا میتونیم ببینیم الان تاثیرش، حداقل نظر صوتی یه خورده بهتر شد. بالعکس این اتفاق هم بهش میگن جی کات. من اگر این یکی رو انتخاب بکنم و بیام اینجا دوباره دیتچ آدیو و حالا این بار این یکی رو بکشم عقب، به این اتفاق که شما یعنی جی انگلیسی میشه میگن جی کات. و حالا یه خورده عقبتر، یه خورده جلوتر، یه بار دیگه ببینیم، یه کمی بهتر شد این کاتمون. از این تکنیک هم میتونید استفاده بکنید، صدای هر کلیپی رو که خواستید توسط این دیتچ آدیو میتونید جدا بکنید، جاهای دیگه استفاده بکنید، پاک بکنید و حالا هر کار دیگه که خودتون دوست داشتید باش انجام بدید. این یکی از مواردی که توی کار تلویزیون سینما بهش میگن چسب زخم کات. توی درس بعدیمون میبینیم که دیگه چه چسب زخمای دیگه‌ای توی آی مووی وجود داره.